بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید سلام به شما امیدوارم خوب و سرحال باشید سیما بهاری هستم با همکارم حسین خدایی فر در خدمتون هستیم از برنامه گفتگو امروز موضوعی رو که برای برنامه انتخاب کردم فکر میکنم که هم خیلی مهمه هم خیلی جالب توجه چون با خیلی از افراد که آدم صحبت میکنه این موضوع رو مطرح میکنن که نیروهای مسلح حکومت تعدادشون چند نفره چرا به مردم شلیک میکنن موقعیتشون چیه منافعشون چیه آیندهشون چیه سوالاتی از این قبیل امروز میخوایم روی این موضوع صحبت بکنیم مهمون برنامهمون کازم نیکخواه هست و سلام میکنم بهشون سلام به بشم. شما سیما بهاری و همکارانتون و همینطور بینندگان عزیز بله خب اول نمیدونم چقدر میشه آماری توی این مسئله دخالت کرد آماری داشت اینکه تعداد نیروهای مسلح چند نفر هم بله فکر که دقیقا نه. آمارشون رو جمهوری اسلامی حساب بیان سرا علنی نمی ولی همه میدونن که جمهوری اسلامی یک حکومت پلیسی نظامی است با ضرب ارتش و نیروی مسلح و پاستار و وسیج و نیروی انتظامی اینها خودش رو سر پا نگه داشته از نظر تعداد خب مثلا سپاه پاسداران گفته میشه حدود 150 هزار نفر نیرو داره نیروهای انتظامی که همون پلیس و جاندارمری اینا هستن حدود 500 هزار نفر آمارشون داده میشه بسیج تعدادش معلوم نیست از چند میلیون گفته میشه که نیرو دارن ولی خب تیفای مختلفی رو بر میگیره ارتش اونم حدود 400-500 هزار نفر اصطلاح اونم جزو نیروهای مسلح و ایناست این اینا مثلا حدودا تعداد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است جمهوری اسلامی بخش زیادی از بودجه و ثروت جامعه رو پمپاژ میکنه به این نیروها و این نیروها فقط نیروهای مسلح نیستن مثلا سران سپاه پاسداران و بسیج و به درجه ارتشی ها اینا جز سرمایه داران اون مملکت هن ملتی و پول ها و ثروت ها و منابع و بخش زیادی از اقتصاد تو چنگال این و از این طریق برحال جمهوری اسلامی اینها رو سرپا دونسته نگه همه داره بله. خب طبق چیزی که شما گفتید و طبق چیزی که آدم بالاخره میبینه تعداد به نظر میاد خیلی زیاد باشه کنترل این تعداد زیاد باید کار سختی باشه بعد از اون یک دستی اینا کارایی اینا مقدار تعهدی که به حکومت دارن اینا اینا چجوریه اینا همشون یه دسته میشه آدم اینجوری فکر کنه بگه همشون با هم مثل هم متعهدن که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن یک دستن مشکلاتی بینشون نیست و شاید هم هست ما نمی بینیم چه جوریه بالاخره اینا رو اطلاعاتی دارین شما؟ ببینید اولا تیف بالای نیروهای جمهوری اسلامی همونطور که گفتم یه تیف سرمایه داران کلکنده اون مملکت هستن و پایینی خب فقیرترن و همین یک کشاکشی رو بین اینا ایجاد کرده تو تمام سطوع یعنی بین هم روی انتظامی هم پاسداران هم بسیجیان یک تقابلی میان پایینی ها و بالایی تو جامعه مشاهده میشه بعدم درگیری و کشاکش بین خودشون کم نیست یعنی به بعد از خیزش آبان ما اخباری از درون این نیروها پیرو درس میکنه که با هم اختلافاتشون زیاد شده همونطور که تو سطح خود حکومت تو دولت هم مجلس و نمیتونم سطوح مختلف جمهوری اسلامی ما شاهد که شاکش و بحث و جدل هستیم در درون سپاه پاسداران هم و بسیج و ارتش کشاکش و درگیری هست و اینا چون مسلحا بعضن حتی به درگیری های نظامی هم کشیده میشه ولی این،, این هنوز آغاز ماجراست یعنی قطعا موقعی که اوزار جامعه جلوتر میره و تقابل این نیروها و جمهوری اسلامی با مردم شدیدتر میشه کشاکش و به اصطلاح بحران و کشمکش و جنگ و جدل درونی نیروهای جمهوری اسلامی بیشتر میشه, میشه ولی حال الان کم نیست خبرهای زیادی به دست ما میرسه از درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با هم دیگه. که حتی به کشت و کشتار میرسه و اخبارش بعضا گوشه هایش تو رسانه های جمهوری اسلامی هم منتشر میشه که مثلا یک نیروی انتظامی چندین نفر رو به قتل رسونده و اینا که همین خبری همین زمین ها شنیده بودیم به نظر به نظر میرسه که اونطور هم که بانمود میکنن یک دست نیستن و با بحران جمهوری اسلامی بحران درونی اینا هم تشدید شده و تشدید خواهد شد دلی. خب چطوره که جمهوری اسلامی این همه نیرو رو از بین مردم برای سرکوب مردم تونسته دور هم جمع بکنه چی باعث شده و این همه نیرو آدم واقعا سوال میکنه از کجا اومده یه مشکل جمهوری اسلامی همینه که یعنی پاسخ به این سوال در واقع مشکل جمهوری اسلامی تو نیرو اندزامشام هم روشن میکنه بخش زیادی از این نیروها از افرادی هستند که بیکار و تو جامعه رها شدن وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی یه بنبست کامل مدرنچ تنها جایی که یا بعضا برای پس یا تنها جایی که برای امرار ماهاش باقی میمونه اینه که برن به پیوندن به بسیج و پاستار و ارتش و بخش اینطوری و در نتیجه اینها خیلیشون از مردم عادی هن. و مردمی که به خاطر فشار بیکاری رونده شدن به اونجا و در نتیجه انزجار و خشم و نفرتشون از جمهوری اسلامی رو با خودشون حمل میکنن و در نتیجه آمادگی بیشتری دارن که کنده بشن از این نیروها و علیه سلاحاشون رو برگردن به طرف خود نیروهای حکومت این رو ما تو انقلابات مختلف تو کشورهای مختلف شاهدش بودیم که نیروهای مسلح بخششون برمیگردن از سلاحاشون رو به طرف نیروهای خودیشون به طرف نیروهای توش هستن مثلا نیروهای حکومتی تو خود رژیم شاه این اواخر تو موقع که قیام بهمن اینا بود مثلا هما و اینا علیه خود فرماندهانشون شروع کردن جنگیدن و خل کردند کردن همونطور که گفتم نمونه هایی همین همی الان دیگه موقعی که کار به استخونشون میرسه شاهد هستیم تو این زمین ها برحال یه وضعیت یه مقدار به درجه در هم همریخته هست جمهوری اسلامی سعی میکنه که با مغزشویی با پول پمپاش کردن به درون اینا یه مقدار مسائلشون رو تخفیف بده ولی با توجه به اینکه اولا اقتصاد جمهوری اسلامی به بنبست کامل رسیده با ها فشار مثلا عدم امکان فروش نفت به میزان قبلی همه اینا و اینکه مرد اینا میبینن که این مورد انزجار وسیع مردم هستن تو جامعه اینها خودش بحران و کشاکش درونی اینها رو افزایش میده یه <تصیح> مسئله ای که روشن هست اینه که مردم علال عموم متنفرن از این نیروها واقعا این سوال پیش میاد که اگر اتفاقی بیفته اگر همه مردم به خیابون بیان سرنوشت این نیروها چی میشه؟ آیا مردم خودشون اقدام خواهند کرد تنفر خودشون خودشون نشون خواهند داد انتقام میگیرن آینده واقعا اینا چجوریه؟ برای این سال بسیار مهمیه به طور واقع اینا جنایات عظیمی رو علیه مردم انجام دادن نیروهای انتظامی، پاسداران، پسیجیان به درجه ارتشی ها تو مناطقی مثل کردستان، تو بلوچستان اینا و مردم از اینا متنفرن عمیقا متنفرند و این رو باید بدونن مردم در یعنی همه مردم اون جامعه به دنبال این هستند که فرصت گیر بیارن و ضربه بزنن به کسانی که تو همین خیزش آبان چند صد نفر و بعد بنا به بخشی آمار بیشتر از هزار نفر از عزیزان مردم رو با به نحو فجیعی به قتل رسوندن در نتیجه این این اولین مشغله مردم تو جامعه که چطور مقابله کنن با نیروهای مسلح خونخوار مثلا ضد انسانی جمهوری اسلامی و این کار خواهند کرد و در نتیجه به نظرم همین الان اخباری که ما داریم اینه که هر روز روزی ده پونزه بیست نفر از پاسداران یا و بسیجیان و غیره یا خل میشن یا به قطر میرسن توسط جوانایی که خودشون مسلح کردن تو مناطق مختلف ایران یعنی این همین الان نمونههایی از این دست رو شاهدیم و که مقابله مردم بعدم تو خود خیزش آبان شاهد این بودیم و بعد به اصطلاح گرامی داشته یاد جانباختگان آبان ما در این حال ابراز انزجار از جمهوری اسلامی و از نیروهای مسلح و انتظامی و بسیج و پاسدارانش است و در نتیجه به نظر من اگر به همین شکل اوضا پیش بره فرض کنیم همین امروز جمهوری اسلامی سرنگون بشه که در مسیر سرنگونی هست جمهوری اسلامی و هیچ راه فراری به نظرم ازش نداره مردم خشم و نفرتشون رو رو سر اینا خالی خواهند کرد اینه که این خودش هشداریه به نیروهای مسلح که صفوفشون رو یعنی زندگیشون رو سرنوشتشون رو آیندهشون رو از این حکومت منفور و ضد مردمی جدا کنن از این نیروها بیان بیرون به هر شکلی که میتونن سلاحاشون رو برگردونن به طرف فرماندهانشون به دستور فرماندهانشون گوش ندن تو شلیک کردن به مردم و خیلی چیزای دیگه که به حال ما در این رابطه صحبت کردیم و صحبت میکنیم ولی بسیار بسیار حساس این مسئله یعنی مردم منزجرن از اینا ولی. دک همه مردم از اینا منزجرن خب صحبت که میکنین و باز واقعیتی که توی جامعه هست اینه که یه طرف نیروهای مسلحی هستند که قراره که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن و به نظرم یاد تعدادشون کم نیست و دارن بالاخره این نظام رو حفظ میکنن یه طرفم مردمی هستند که به خصوص توی اعتراضات آبان ماه اینو نشون دادن که عزم جزم کردن که کارو یه سره بکنن چجوری این امر امکان پذیر خواهد بود با این همه نیروی مسلح و مردم خشمگین چطور این اتفاق خواهد افتاد؟ برای ببین همه دیکتاتورها و نیروهای سرکوب کرد حکومت های سرکوب کرد تا دندان مسلح هند. هیچ کدومشون نیست که اصطلاح ستا هزار نیروی مسلح نداشته باشن و هم همیشه هم اینا این توهم رو دچارش میشن که گویا با نیروی مسلح میتونن خودشون رو نگه دارن بالاخره خامنه ای و پیت رهبری و نمیتونم آخوندهای های میلیارده رو سران سپاه و انتظامی و غیره برای حفظ اون ثروت های عظیم میلیاردیشون سعی میکنن که تا لحظه آخر به جنگن و مقاومت کنن و با جنایت بمونن ولی واقعیتش اینه که همطور که صحبت کردیم تا اینجا صفوف اینا یک دست نیست و با ادامه انقلاب و مبارزه مردم و کشاکش مردم با جمهوری اسلامی که گریز ناپذیره و شروع شده و مردم راهی جز مقابله با جمهوری اسلامی ندارن با وضعیت اقتصادی فق بیکاری بیتامینی و جنایات جمهوری اسلامی با توجه به اینا هرچه این جنبش و خیزش و انقلاب و مبارزه مردم با جمهوری اسلامی گسترش پیدا میکنه تو صفوف اینا شکاف بیشتری رو قطعا شاید خواهیم بود همونطور که همیشه تو همه دولت ها اینطوری بوده و همه دیکتاتور این رو شاهدش بودن جمهوری اسلامی با همتون گفتم با مقصوی با پول با بلقر قرآن و آخوند و اینا فکر سعی میکنه که اینها رو وفادار به خودش نگه داره خب یه طیفشون واقعا وفادارن و تا آخرین لحظه میمونن مزدورن و مردم اینا رو خلاص سلام میکنم قطعا ولی خیلیشون اینا به هم میرزه صفوفشون یعنی هم جمهوری اسلامی هیچ تردید نماد داشت که از وسط شکاف فرمی داره و به هم میرزه صفوف نیروهای انتظامیش سرکوبگرش و پلیسیش و اینا با هم دیگه به هم میرزن موقعی که مردم تقابلشون مبارزهشون علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه ما قطعا در آینده نزدیک شاهد اعتصابات وسیع کارگران، معلمان، پرستاران اینا خواهیم بود و اینا این روی مسلک کاری نمیتونه بکنه با اعتصاب با که مردم مثلا اقتصاد رو بخوابونن موقعی که کارد به استخونشون رسیده و این کار رو میکنن و اینا به هم میریزن قطعا در جواب این سوال اینه که به تجربه همه انقلابات این رو نشون داده که نیروی مسلح نمیتونه هیچ دیکتاتور ضد مردمی رو موقعی که مردم علیهش بلند میشن رو نگه داره و اینجا هم تو ایران هم همین اتفاق داره میفته و خواهد افتاد و توصیه ما که گفتم به اینا اینه که هرچه زودتر سرنوشتشون رو از سرنوشت حکومت منفوری مثل جمهوری اسلامی جدا کنن خب با سرنگونی جمهوری اسلامی فرض کنید که سرنگون میشه که حتما میشه خب این نیروهای مسلح سرنوشتشون چی میشه تعداد زیادی بیکار تو جامعه اضافه میشه فکر نمی کنید مشکل ساز بشه و یه صحبت دیگه اینه که فکر میکنم یه ترسی که تو دل خود این نیروهای مسلح باشه همینه که وقتی که این جمهوری اسلامی سرنگون شد بالاخره اینا باید محاکمه بشن پاسخ بدن به مردم همه این نیروها باید پاسخگو باشن باید محاکمه بشن چه جوریه فکر شما مثلا به عنوان یه نیروی سیاسی چیه ببینید اول این از نظر بیکار شدنشون همین الان اینا دارن مف میخورن یعنی بر سر اینه که اصطلاح بخش زیادی از بودجه و ثروت های مملکت میره برای این نیروها و بخش زیادش تو دست اون سران لایه بالایی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی است که همونها رو اگر شما قطع کنین یعنی بودجه که مثلا صرف سرداران و تیمساران و فلان سران سپاه و بسیج میشه برای تامین زندگی اون چندصد هزار نفری که بیکار میشن کافیه و حتی زیادیه چون که سر و اینا دارن میچاپن چپاول میکنن اون جامعه رو و تو گوشه و کنار دنیا سرمایه گذاری میکنن و در نتیجه درآمد نفت درآمد منابع و غیر و غیر, و غیر و همه اینا وقتی که از جنگ اینا خارج بشه یه گوشه ایش برای تأمین زندگی همه مردم همه بیکاران و از جمله اینها کافی خواهد بود من یه نکته هم باید اضافه کنم یعنی اینجا اشاره کنم که ما وقتی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صحبت می کنیم باید حساب سربازان رو از بقیه جدا کنیم که نیروی حرفه‌ای جمهوری اسلامی نیستن بلکه اینا به زور به هر صفوف ارتش کشیده شدن و اینها هم خودشون بخشی از نیروی هستن که هم سربازان هم یک سری از رده های پایینی ارتش و اینا اینا نیروهای بچه های مردم هستن که به زور رفتن تو صفوف ارتش و در نتیجه با اولین مثلا تکان لرزه تو اندام جمهوری اسلامی اصلشونو رو برمیگردونن به طرف نیروهای مثلا فرماندهانشون و در کنار مردم در کنار پدران و مادرانشون مبارزه میکنن حال از نظر از این زاویه مثلا مشکل اساسی نخواهد بود قسمت دوم سوالتون یادم رفت گفتین که بذارین منم خودم یادم بیاد چی گفتم ام. گفتم که همشون محاکمه میشن یه برای ترس نکته ممکنه بله. خب به نظرم قطعا همشون محاکمه لازم نیست بشن بلکه اونایی که به اجبار کشیده شدن به این نیروها اونایی که به روی مردم اسلحه نکشیدن اونایی که جنایتی نکردن اینها میتونن خب با یه سال جوابی و موقعی که تکلیفشون روشن بشه راهشون بکشن برن زندگیشون رو بکنن یعنی ما این تصویر رو نداریم که یک مثلا یک دوره هم دادگاه های محاکمه صدها هزار نفر از نیروهای جمهوری اسلامی رو تشکیل بدیم و فضا رو نظامی بکنیم اینو یعنی مردم این رو میدونن که بالاخره یه عده از اینا مجبور شدن کشیده شدن به اینا و بعدم تو خلال انقلاب تو خلال مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی از اینا به هم جدا میشن فرار میکنن کنار مردم قرار میگیرن قطعا اینطوریه و یه تو همون درون نیروهای حکومت علیه فرماندهانشون و جمهوری اسلامی و سرانش به, به هر شکلی که میتونن مبارزه میکنن اخبار این نیروها رو به مردم میدن و به همین دلیل اینها دیگه جزء صفوف مردم خواهند شد رده های پایینترشون پاینتر، تو ارتش چرا تو پاستاران تو بسیجی های اینا برحال اینا رو باید دید ولی کسانی که جنایت کردن تو هر ردهی باشن محاکمه میشن و باید پاسخگوی جنایتشون باشن و این رو از الان باید بتونن و خودشونم و مردم کوتاه نمیان ما هم نمیه چون با این همه خشم و نفرتی که علیه اونها وجود داره که جواب اعتراض محق مردم به گرانی در همین آبان ما رو و به بیکاری و به فقر رو با گلوله دادن مستقیما با گلوله دادن اینها قطعا محاکمه میشن و باید پاسخگوی جنایاتشون باشن فکر میکنم دو دقیقه دیگه فرصت داریم اجازه بدین اینو مطرح بکنم که وقتی که شما صحبت میکنین میگین صف این نیروها رو ترک کنید سرنوشت خودتون رو جدا کنید از سرنوشت حکومت اینا به نظر من کار راحتی نیست کار ساده ای نیست بالاخره کسی که نونش از اونجا داره تأمین میشه و یکی نکته این نکته بعدی اینه که به شدت کنترل شده هست کار اینا و میترسن اینا به راحتی اون صفوف و ترک بکنن نمیدونم بالاخره شاید تصور منه اینطوری فکر میکنید که کار راحتیه واقعا راه اینکه که بتونن بذارن و ترک کنن و خودشون رو جدا کنن چه راههایی شما توصیه میکنید ببینید منم راهشو نمیدونم ولی راهش خودشون بهتر میدونن چون که تا حالا ما شاهد ترک صفوف نیروهای جمهوری اسلامی از جانب شماره نسبتا زیادی از اینا بودیم ولی هنوز ابعادش اونقدر که استرا در مقایسه با اونایی که موندن هنوز کافی نیست مهم این است که اینا بدونن که جمهوری اسلامی رفتنیه مهم اینه که اینا بدونن که جمهوری اسلامی حکومت ضد مردمیه مهم اینه که اینا اصطلاح تلاش بکنن که کنار مردم باشن به نظرم هر کسی تو موقعیت های مختلفی راهاش رو پیدا میکنه من ممکنه یک راه حلی که به مثلا بسیج یا جور در بیاد به پاسداران جور در نیاد یا به و غیر و فرق میکنه در حال به نظر من غیر ممکن نیست واقعیت نشون میده غیر ممکن نیست که اینا بیان بیرون بعدم مهم اینه که یک ذره قابل قبول نیست به هیچ وجه که کسی به روی مردم اسلحه بکشه و شلیک کنه این رو ما از هیچ کسی هیچ وقت نخواهیم پذیرفت که یک روز بیاد بگه که من چون بهم دستور دادن شلیک کردن میگم شما بیخود خود کردین این باز اصلت رو برگردونی به طرف فرماندهانت به هر قیمتی به هر قیمتی شما صدها نفر از بچه های مردم میکشی نمیتونی پنج تا فرمانده تو بکشی و مثلا یه کار دیگه ای بکنی و این جنگ و جدالیه که شما درگیرش هستین و مردم با دارن از حقانیت از یک انسانیت از زندگی انسانی دفاع میکنن و قابل قبول نیست که کسی به روی مردم اصله بکشه در نتیجه این مهمترین قسمت ماجرا که اینا بدونن جمهوری اسلامی رفتنیه بدونن قابل قبول نیست که به روی مردم اصله بکشن و در نتیجه دیگه راهش رو خودشون به نظر من پیدا میکنن که کجا کی چه موقع مثلا بیان بیرون یا اصلشون یا به طرف فرماندهانشون اصله بکشن یا اخبار درون این نیروها رو به مردم برسونن بر شکلی که میتونن کارهای سیادی میتونن بکنن راستش ولی بستگی داره به موقعیت و جایگاهشون و بالاخره جای مناطقی مختلفی که توش هستن و اینها راهش فرق میکنه ولی واقعی عملی که کنار جمهوری اسلامی و جنایاتش قرار نگیره خیلی متشکر از شما کازم نیکا تشکر میکنم از شما و همکارانتون بینندگان گرامی گفتگوی ما رو میشنیدید با کازم نیخا در رابطه با نیروهای مسلح که فکر میکنم این روزها مشغله خیلی از ماها باشه خیلی از شماهایی که درگیر یک جنگ هستین توی ایران باشه که بالاخره این نیروها ممکنه خودتون نیروی مسلح باشید از آینده خودتون بترسید ضمن تأکید روی صحبتهای کازم نیخا منم اینجا اشاره میکنم که معمولا توی این جور مواقع وقتی که به دامان مردم با آغوش مردم برگردید مردم با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد و وقتی که شما بگید که اشتباه کردید از مردم تقاضای عفو بکنید مردم خیلی مهربانتر انسانتر و بخشنده تر از این حرفها هستند به هر حال امیدوارم که این بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه امیدوارم توی جمعاتون صحبت بکنین در مورد نکاتش و به هر حال به یک نتایج عملی برسید من سیما بهاری با همکارم حسین خدایی فر برای شما آرزو میکنیم روزها و ساعات خوبی در مقابلتون داشته باشید